ری و روم و بغداد قسمت هفتم. از کودتای رضا شاه و سرورهای بورانا تا دکتر صدیقی و نامه بهازین از زندان. عاقبت از ما غبار ماند زنهار، تازه تو بر خاطری غبار نماند. آلیس، تا ابد چقدر طول میکشه؟ خرگوش، بعضی وقتا فقط یک لحظه. لوئیس کارول، آلیس در سرزمین عجایب. خانم ها و آقایان محترم، خواهران و برادران عزیز، دوستان دانشور و فرهنگ ورز، از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می کنم. این مطلب به یک موضوع واحد نمی پردازد، مثل خیالات آدمی که ری و روم و بغداد را در می نوردد و دم به دم حالی به حالی می شود، در هم و بر هم پیچیده، از هم پاشیده و همراه با استعاره است. مطالب پراکنده است و به هم ربط ندارد. تنها ممکن است یادآور این یا اون خاطره و سرگذشت باشد. همین و بس. به تدریج بخش‌های دیگر تدوین می‌شود. کودتای رضا شاه در ایران. من حکم می کنم. سوم اسفند 1299، رضا خان میرپنج با همدستی سید ضیاءالدین طباطبایی و با برنامه ریزی افسر انگلیسی آیرون ساید در ایران کودتا کرد. در نتیجه مذاکرات و هماهنگی های به عمل آمده بین سید ضیاءالدین طباطبایی و رضا شاه پهلوی، روز کودتا قوای قزاق وارد تهران شده و ادارات دولتی و مراکز نظامی را اشغال کردند. در همان روز اولین اعلامیه رضا خان تحت عنوان حکم می کنم در 9 ماده صادر شد. نزدیک به 100 تن از فعالان سیاسی و رجال سرشناس بازداشت و زندانی شدند. احمد شاه قاجار و محمد حسن میرزا ولیعهد به کاخ فرح‌آباد گریختند و سپهدار رشدی نخست وزیر به سفارت انگلستان در تهران پناهنده شد. نتیجه کودتا رئیس الوزرایی سید ضیاءالدین و وزیر جنگ شدن رضا شاه بود. رضا سواد کوهی، رضا خان، رضا ماکسیم که پیشتر جانب ضعیفان را می گرفت، باج به اجنبی نمی داد و در بریگاد قزاق همه دوستش داشتن و پاگون افسر روسی ارشدش را که زور می گفت کنده بود، پس از تاجگذاری به زندان چاپلوسان افتاد و به سرکوب مطبوعات و محدود کردن آزادی های مردم پرداخت و هم مسئولیت پارلمانی را از نمایندگان گرفت و احزاب سیاسی را از بین برد و فرهیختگانی چون علی اکبر خان داور را هم
غمزده کرد تا مرد. رضا شاه دیکتاتور بود و نسبتی با آزادی خواهی نداشت، اما فی فقط در ظلم و ستم خلاصه نمی شود. الغای قانون کاپیتولاسیون، تأسیس دادگستری که نقش داور و امثال تغیزاده در اون برجسته بود، ادغام قوای نظامی قزاقخانه ها و ژاندارمری در قالب ارتش، احداث راهن سراسری، تأسیس دانشگاه تهران، آموزش و پرورش نوین، اجرای قانون ثبت احوال و ثبت اسناد، تأسیس بانک ملی برای انتشار اسکناس با پشتوانه داخلی، تأسیس فرهنگستان ایران، تصویب قانون مدنی کشور در مجلس و به چالش کشیدن قدرت روحانیون که تا اون زمان تنها مقام قضایی کشور بودند و الغای تویولداری از جمله خدمات اوست. اعزام اولین دسته از دانشجویان ایرانی برای آموختن فنون جدید به اروپا، ساختن راه ارتباطی با شمال ایران و بنای تأسیساتی چون پل ورسک و تونل کندوان در دل کوها کار کوچکی نیست. ضمن رضا شاه خالی از عرق میهنی نبود. سید ضیا را که عامل انگلیسی ها بود، با حمایت و همراهی احمد شاه ظرف 3 ماه از ایران بیرون راند و نورمن سفیر انگلیس در تهران را مات نمود. به آثار باستانی ایران که میراث بشریت محسوب می شود ارج می گذاشت. در زمان او تخت جمشید که سالها در زیر خرابه ها و تله ای از خاک قرار داشت بازسازی و ترمیم شد. در روزگار وی بود که ما به تاریخ خودمون، به شناخت فرهنگ خود و به دوره اشکانی و هخامنشی که از آنها اطلاع کافی نداشتیم توجه بیشتر نمودیم. در آن دوران اوستا از نظر زبانشناسی بررسی شد، تصحیح متون در دستور کار قرار گرفت و خطوط میخی هم تا حدودی خوانده شد. 23 شهریور 1320 سفرای انگلیس و روس به رضا شاه التیماتوم دادند که تا 26 شهریور ساعت 12:30 روز باید استعفا دهد و اگر استعفا ندهد تهران اشغال خواهد شد. یک روز قبل از اون که متفقین به تهران بریزند، شاه با امریه سفارت انگلیس از سلطنت کنارگیری نمود. خودش انکار نمی کرد که دولت انگلستان وی را سر کار آورده، ولی گفته بود ندانست با چه کسی سر و کار پیدا کرد. بعد از استعفای وی اینجا و اونجا پخش شد همون قدرتی که به سلطنتش رسانده بود، چون دیگر وی را مفید نمیدید از صحنه سیاست کنارش گذاشت. استعفانامه رضا شاه را فروغی در مجلس قرائت کرد و افزود: اعلی حضرت جدید محمد رضا شاه پهلوی معتقدند اگر در گذشته نسبت به مردم جمعاً یا فردن تعدیاتی شده از هر ناحیه‌ای که باشد، از صدر تا زیل مطمئن باشند رسیدگی و اقدام خواهیم کرد که این تعدیات مرتفع و به طرز رضایت بخش جبران شود. حالا ورق برگشته بود و فرصت طلبان ماهیت خود را بروز می دادن. علی دشتی با بی‌صفتی گفته بود باید قبل از رفتن رضا شاه از ایران جیب‌های او را بگردیم، مبادا چیزی با خودش ببرد. نامه محمود اعتمادزاده به هازین به دخترش. پنجشنبه 18 بهمن 1369 شهلای نازنینم، نامه 13 دی ماه تو به همراه کارت تبریکت به مناسبت زادروزم هر دو مایه خوشحالی شد. از تو و محسن و عزیزانم میرک و کارن و مانی و مانلی ممنونم.
امیدوارم پیوسته تندرست و شاد و کامروا باشید و به زودی به دیدار هم نایل شویم و باز بتوانیم گرد هم باشیم. خوب جانم، میبینی که خوشخوشک پیر شدیم و سالهای عمر بالاتر رفته است. هرگز من امید اون که حتی به 50 سالگی برسم نداشتم، تا چه رسد به این که امروز ببینم 76 سالم. و عجیب اون که با همه چین و چروک و پوست آویخته زیر گلو، هنوز چیزی و شاید نکم چیزی از تندرستی و نیروی تن و جان و اندیشه در من هست. کار میکنم، مینویسم، میبینم، میسنجم و گاه به نتیجه گیری های نچندان غلطی میرسم، ولی خودم اعتراف میکنم که چیزی از اشتباه و شتابکاری و گیجیم کم نشده است و پندارها و آرزوها که میگویند بر جوانان عیب نیست، مرا در تار و پود رنگین و فریبکار خود گرفتند. دیروز سال روز بازداشت من بوده و از اون روز تا کنون 8 سال تمام گذشته است. باور میکنی که با همه سختی هایش این سالها برایم بسیار بارور بود. من از زندگی به راستی سپاسگزارم. خرمن بزرگی از درد و رنج و گاه رخشانترین شادی به من بخشیده است. مثل پیکر تراش با ضربه ها و چکش و قلم آهنین از سنگ وجودم چهره بیرون کشیده است که نمیگویم زیباست، ولی متفاوت است. خود است. جاذبه نادیده دارد. کسانی درباره من بر حسب پسند و ناپسندشون اغراق میکنن و من میدانم که اون نیستم که میپندارند. بگذار هر کس هر چه میخواهد درباره‌ام بیندیشد و بگوید. به قول اون مرد 1000 سال پیش، میدانم و من که چیست در سینه من، و در سینه من پلیدی ها هست و تابناکی ها، هر دو بی سرفرازی یا پشیمانی. دخترم عزیزم، تو هم بیشک تراشیده و پرداخته و رنگ بافته زندگی هستی. اگر پیشم بودی خبرها داشتی که بگویی، و تو چه شیرین میگویی. نمیدانم آیا فرصت اون خواهم یافت که از زبان خودت آزموده های حس و عملت را بشنوم. به هر حال آرزویش را دارم. از کارهای تازه خودت و همسرت عکس هایی بفرست. مایه شادی خواهند بود و رنگ و بوی امروزتون را به من منتقل خواهند کرد. از چیزهایی که در این 2-3 سالی اخیر نوشتم، یکیش یک مجموعه قصه به نام منگدیم و خورشید چهر، و برای اطلاع تو می نویسم که منگدیم به معنای ماهرو از نامهای قدیمی مازندرانی است برای مردها. چاپش تمام شده و برای اجازه انتشار به وزارت ارشاد داده شده است. دیگری از 2 رساله، یکی درباره مثنوی مولوی و دیگری دریافت من از هستی و جامعه و سیاست و اخلاق تشکیل شده و در مرحله صفحه بندی و آمادگی برای رفتن به زیر چاپ است. اگر اجازه بدهند تا نوروز منتشر خواهد شد. کتابی هم از رومن رولان در دست ترجمه دارم و به نیمش رسیدم. این کار ترجمه را من هنگامی که در اقامتگاه دولتیم هستم انجام میدهم، ولی در خانه به همون کارهای شخصیم میرسم. الان 15 روز است که در خانه‌ام. معمولا پس از چند روزی دنبالم میآیند و میبرند. این بار طول کشیده است. نمیدانم چه تصمیمی دارند. من نه چیزی میپرسم و نه چیزی میخواهم. رفتارم طوری است که منت پذیر و بدهکار نباشم. خود دانند. اگر در من باشم و اگر آزاد، در هر حال خودم بودم و هستم و گردنم خم نشده است و نمی شود. و این نعمتی است که زندگی در 40-50 سال فعالیت اجتماعی و ادبی و سیاسی به من بخشیده است و سپاسگزارش هستم. بگذاریم. خوب جانم، تو را و بچه های عزیزت را می بوسم و برای محسن سلام دارم و دستش را می فشارم. قربانت محمود. موسیقی.
بزرگترین عیب ما بی انصافی است. بی انصافی، بی انصافی دردآوری درباره دیگران. دکتر غلام حسین صدیقی از آورندگان دانش جامعه شناسی به ایران و از بانیان مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی وابسته به دانشگاه تهران بود. در دولت اول و دوم دکتر مصدق شرکت داشت، وزیر پست و تلگراف و تلفن در دولت اول و وزیر کشور و نایب نخست وزیر در دولت دوم بود. در روزهای انقلاب شاه به او پیشنهاد نخست وزیری داد. دکتر صدیقی شرط کرد که اعلی حضرت از ایران خارج نشود و چون قبول نیفتاد او نیز نپذیرفت. از جمله آثار دکتر غلام حسین صدیقی کتاب جنبش های دینی ایران در قرن دوم و سوم هجری است که در آن علاوه بر بابک به مزدک هم پرداخته و در واقع ترجمه رساله دکترای اوست. با کودتای 28 مرداد سال 32 دکتر غلام حسین صدیقی را هم دستبند زدند و به زندان لشکر زرهی بردند. وی وقایع 28 مرداد سال 32 را به دقت روایت کرده است. او به دکتر مصدق تعلق خاطر داشت و بارها می گفت بزرگترین عیب ما بی انصافی است. بی انصافی دردآوری درباره دیگران. دکتر غلام حسین صدیقی 29 اردیبهشت 1371 درگذشت. می گویند در آخرین لحظات زندگی نام ایران از زبانش نمی افتاد. داغ ماتم هاست بر جانم بسی، در دلم پیوسته می گرید کسی. شهاب الدین، شهاب حسینی برزی که در 13 سالگی تیرباران شد، شهاب برنا و دلاور وصیت نامه تکان دهنده و شورانگیزی دارد که از جمله درون به ایستادگی در برابر ستم اشاره می کند و اینکه با آغوش باز جان به جان آفرین می سپارد. سپس پدر فرهیخته و مادر شریفش را خطاب کرده که از رنجهایتون با خبرم و از شما می خواهم که فرزندان ستم دیده ی این میهن را فرزند خود بدانید. 27 شهریور سال 60 شهاب الدین حسینی برزی را به جرم وفا و ایستادگی تیرباران کردند. 22 خرداد 61 خواهرش قنچه با محمد قربانی گرگانی همسرش به رگبار بسته شد. 8 شهریور سال بعد 1361 خواهر دیگرش مریم را کشتند. برادرش سعید حسینی برزی هم سال 67 حلقاویز شد. همچنین همسر مریم محمود آرمین چندی بعد در اسیر کشی سال 67 جان به جان آفرین تسلیم کرد. بعد هم اتوبوسی به پدر شهاب زد و اون انسان پاک و بزرگوار به خاک افتاد. داغ ماتم هاست بر جانم بسی، در دلم پیوسته می گرید کسی.
بیانیه بلفور، یکی از عجیب‌ترین اسناد تاریخ. بیانیه بلفور اشاره به نامه‌ای تاریخی است که در 2 نوامبر 1917 میلادی وزیر خارجه بریتانیا بلفور خطاب به روچیلد، سیاستمدار یهودی تبار و عضو مجلس عوام بریتانیا، نوشت و در آن خبر از موضع مثبت دولت بریتانیا برای ایجاد خانه ملی جهت یهودیان در سرزمین فلسطین داد. در نامه مورد بحث که بلفور اون را بیانیه‌ای در همدلی با آرمان صهیونیست یهودی مینامد، آمده است که دولت بریتانیا نسبت به تشکیل خانه ملی برای یهودیان در فلسطین نظر مساعد دارد. اعلامیه بلفور یکی از عجیبترین اسناد تاریخ است. چرا؟ چون به موجب اون یک دولت استعماری فلسطین، سرزمینی را که مالک اون نبود، به دیگران بخشید. انگلیس زمانی بدین کار دست یازید که ارتش اون هنوز به بیت المقدس نرسیده بود و با یاری متحدان عرب خود اهدافش را پیش می برد. ورود رسمی آمریکا به جنگ جهانی اول، همچنین انقلاب فوریه 1917 روسیه، دو عامل موثری بودند که به تصمیم انگلیس در به کرسی نشاندن بیانیه بلفور شتاب بخشید. در روسیه ای اون روزگار جوانان یهودی برای پیوستن به بلشویک‌ها مخالف ادامه جنگ جهانی اول توسط روسیه بودند. موضوع اخیر موجب شد ژنرال مکدونوف، رئیس سازمان جاسوسی انگلیس، از دولت مطبوع خود بخواهد که هر چه زودتر فلسطین را به عنوان میهن ملی یهود اعلام کند تا جوانان یهود به جای پیوستن به احزاب انقلابی مخالف انگلیس به ایدئولوژی صهیونیسم رو بیاورند. اپرت کمدی موزیکال مشت عباد. مشت عباد که همچنین با نام آن نشد این یکی شناخته می شود، یک اپرت کمدی موزیکال آذربایجانی است در 4 پرده که توسط حاجی بیکوف در سال 1910 میلادی نوشته شد و برای اولین بار در سال 1911 به نمایش درآمد. از این اپرت 3 فیلم، یکی در سال 1918 به کارگردانی واگرام پاباریان، دیگری در سال 1956 به کارگردانی حسین سیدزاده و همچنین یک فیلم ایرانی به کارگردانی صمد صباحی ساخته شده است. داستان اپرت در مورد دختری جوان به نام گلناز است که عاشق پسری به نام سرور می شود، ولی پدرش رستمبی به دلیل مشکل مالیش او را مجبور می کند که با یک بازاری پیر به نام مشت عباد ازدواج کند. موسیقی
سروده های بورانا، کرمینا بورانا، یکی از زیباترین آثار موسیقی کلاسیک آوازی جهان. کارمینا یعنی سروده ها و بورانا برابر لاتین واژه جرمنی بایرون به معنی خانه کوچک است. نام دقیق ترش کانتات کارمینا بوراناست. کانتات یا کانتاتا یک قطعه موسیقی آوازی یک یا چند نفره با همراهی سازهای موسیقی است که اغلب توسط کور همراهی می شود. کارمینا بورانا مجموعی در قالب یک کتاب خطی بود که در سال 1803 میلادی در ایالت باواریای آلمان امروز پیدا شد. نسخه اصلی 6 فصل و 119 صفحه داشته و گویا 3 شاعر مختلف اون را سروده است. بر اساس 24 قطعه از مجموعه اشعاری به همین نام که در قرون وسطا خلق شده و در آلمان به دست آمد، کارمینا بورانا ساخته شد و کارل اورف در بین سالهای 1935 و 1936 به آن پرداخت. معروف ترین بخش کارمینا بورانا قطعه اول و آخر با نام او فورتاناس. فورتانا یکی از الهه های قدیم است و در اساطیر یونان و روم نیز ریشه دارد. امروزه فورتانا را به صورت زنی محجوب و ظاهرا نابینا به عنوان نماد و نماینده عدالت در نظر گرفتند.